مگه میشه این قیام با این زمینه و با این عظمت هیچ پشتوانه تاریخی نداشته باشه و همینطور بیاد و بره؟ اصلا این رویارویی از کی و چطوری شروع شده؟ 30 خرداد امسال حوادث سال 60 رو تداعی کرد. چرا باید همزمان با 30 خرداد و اعلام جنگ مسلحانه منافقان با نظام، یک جریان معتبر داخل نظام به دلیل قبول نداشتن نتایج انتخابات مردم را به خیابانها بکشد؟ تصادفی نبود که در 30 خرداد 88 30 خرداد سال 60 را بازسازی کردند. تخریب، کشتار و آشوب به پایگاه‌های بسیج و مسجد خدا یورش آوردند. در 30 خرداد آشوبگران و منافقان با چهره جدید که چندان بی ارتباط با منافقان سابق نیستند بر ملت یورش آوردند. مسعود رجوی 30 خرداد 1388 رود خروشان خون شهیدان در میهن اسیر از 30 خرداد 1360 تا همین امروز 30 خرداد 1388 جریان دارد. پس با این حساب از بیش از 30 سال پیش، یعنی از 30 خرداد سال 60 تا الان، این رویارویی همچنان جریان داره و شعله هاش خاموش نمیشه و هر روز بیشتر گرم میگیره. حالا شاید خوب باشه بریم سراغ کتاب‌های تاریخ و دقیق‌تر ببینیم که در اون سال‌های اول بعد از انقلاب ضد سلطنتی دقیقاً چه اتفاقی افتاد.